حقایق زندگی شهرام کاشانی از زبان سامان خواننده مشهور. به کانال حاشیه تیوی پلاس خوش اومدید. دوستان عزیز، لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و بکوبید روی زنگوله کناریش و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. سامان خواننده مشهور بعد از درگذشت شهرام کاشانی در مورد حقایق زندگی شهرام این چنین گفت. سامان در این خصوص گفت: شهرام کاشانی یکی از بچه‌های سفره‌دار و یکی از بچه‌های خوب روزگار بود که متاسفانه همین خوب بودن و دست و دلبازیش باعث بدبختی شده بود. همچنین سامان در ادامه صحبتهاش گفت: ما نیاییم شهرام رو فقط با آهنگاش بشناسیم. بهتره بدونید که شهرام کاشانی بسیار بچه سفره‌داری بود. من اینجا میخوام 80% گلگی کنم و 20% از خاطراتم بگم. ما در حق شهرام خیلی کوتاهی کردیم، از خانوادش گرفته تا دوستان و اهالی هنر. همچنین سامان گفت: روی صحبتم با دوستان و نزدیکان شهرام کاشانی هستش که بعد از فوتش دارن براش اشک میریزن و گریه میکنن. لطفاً براش گریه نکنید، براش اشک نریزید. شهرام خودش دوست داشت که بره، مرگ و قبول کرده بود و دوست داشت بمیره. اما این روزها شایعاتی پشت سر شهرام کاشانی به وجود اومده که شهرام زیاد به پروتکل‌ها اهمیت نمیداد. نه خیر دوستان عزیز، اتفاقا شهرام کاشانی یکی از افرادی بود که توی این دوران قرنطینه پروتکل‌های بهداشتی براش بسیار مهم بود و سعی می‌کرد که توی قرنطینه باشه و همین قرنطینه اونو تنها و تنها تر کرده بود. من به عنوان دوستش سعی می‌کردم از طریق واتساپ با شهرام گهگاهی صحبت کنم، هرچند شاید من هم در حقش آنچنان که باید دوستی و خوبی نکردم و باز هم کوتاهی کردم، اما نسبت به بقیه دوستان شهرام سعی نکردم که اونو تنها بذارم و سعی کردم بیشتر باهاش در ارتباط باشم. اما بقیه دوستای شهرام اونو تنها گذاشتن. شهرام همیشه افسرده بود و یک غم عجیبی توی قلبش داشت. زمانی که شهرام در آمریکا بود، بسیاری از عزیزانی چون شهره سولتی و آقای داریوش عزیز و بقیه دوستان کمک کردند تا شهرام اعتیادش رو ترک کنه و موفقم شد. اما متاسفانه شهرام کاشانی عزیز افسرده بود و همیشه یک غمی رو در قلبش داشت که راجبش صحبت نمی کرد و همین غم باعث بدبختی اون شده بود که هیچ وقت راجبش صحبت نکرد. ولی من میخوام بعد از فوتش بهتون بگم. من میخوام از غمهای شهرام بگم، از دردهایی که داشت و هیچ وقت به روی خودش نمی آورد. همچنین سامان گفت: شهرامو این بیماری نکشت، بلکه شهرامو تنهایی کشت. شهرامو اونایی کشتن که شهرامو تنها گذاشتن. شهرام خودشو تنها دید، دیگه دید نه دیگه مشهوریت و محبوبیتی هست، نه کنسرتی هست، نه رفیقی هست، نه همدمی هست و حتی نه خانواده‌ای هست. شهرامو این بانبازی‌ها کشت، شهرامو این تبعیض‌ها کشت. شهرام خیلی پسر خوبی بود. وقتی ما می‌رفتیم بیرون، اگر 100 نفرم بودیم نمی‌ذاشت کسی دستشو توی جیبش بندازه. همه اون موقع سعی می‌کردن دور و بر شهرام باشن چون شهرام در اوج محبوبیت و مشهوریت بود. ولی توی این چند سالی که دیگه از دست و پا افتاده بود و اعتیاد پیدا کرده بود به مشروبات الکلی، متاسفانه دیگه تنها شده بود و همه اون رو تنها گذاشته بودن. دیگه تو خودش محبوبیت و مشهوریت و جذابیتی نمی‌دید و فکر می‌کرد دیگه برای هیچ کس هیچ اهمیتی نداره. دیگه نمیتونست پیشرفت کنه چون دیگه طرفداری نداشت، چون دیگه روحیه‌ای نداشت و امیدی به زندگی نداشت. متاسفانه شهرام کاشانی از خواننده‌ها و هنرمندهای لس آنجلس نشین خیلی ضربه خورد، خیلی ضربه روحی بزرگی هم خورد. همینم باعث شد که دیگه نتونه دووم بیاره و اومد به امارات. من هم 12 سال در کنار شهرام در امارات بودم و
رفتم روی صحنه، حتی از روستاهای دور افتاده ایران هم اومدن به کنسرت ما. من و شهرام رو از نزدیک دیدن، ولی دیگه برامون این محبوبیت و شهرت در امارات فایده نداشت، به خاطر اینکه شهرام مثل خود من جایگاهشو از دست داده بود. ولی شهرام نتونست اینو قبول کنه و نتونست دووم بیاره. همین برای شهرام یک قصه و درد بزرگی شده بود که از عرش به فرش افتاده بود و دیگه نمیتونست تحمل کنه که دیگه اون جایگاه سابق رو نداره و دیگه بین طرفداراش و نزدیکان و همکارانش دیگه محبوبیت و مشهوریت رو نداره و دیگه تنها و تنها تر شده. شهرام طاقت نیاورد. شهرام بین مرگ و زندگی، خودش مرگ رو انتخاب کرده بود و میگفت این دنیا اصلا ارزش هیچ چیز رو نداره. من از بالا تا پایین این دنیا رو دیدم. آدم ها تا وقتی که هستی، تا وقتی که جایگاه خوبی داری دور و برتن. توی سایر زمانها، زمانهایی که بهشون نیاز داری، تنهات میذارن. من بین مرگ و زندگی، مرگ رو ترجیح میدم به همه این بدبختی ها و به همه این تنهایی های دنیا. شهرام نتونست این درد بزرگ تنهایی رو تحمل کنه. واسه همینم پناه برد به مشروبات الکلی و قرص. سعی کرد با قرص و مشروبات الکلی خودش رو آروم کنه. بی‌مهری‌هایی که در حقش شده بود و ناجوانمردی‌هایی که در دنیای موزیک شده بود به شهرام رو شهرام فقط با خوردن مشروبات الکلی و قرص سعی می‌کرد به نوعی برای خودش جبران کنه. ناامید شدن از دنیای هنر و صحنه و استیج شهرامو کشت. همچنین سامان گفت درست من در ایران بودم، ولی سعی میکردم از طریق واتساپ با شهرام در ارتباط باشم و تقریبا شهرام تا جایی که میتونستم تنها نذاشتم. من یک گله دارم از مادر شهرام، خانم هایده کاشانی. خانم هایده کاشانی مادر شهرام میتونست بیشتر در کنار شهرام باشه زمانی که شهرام بهش نیاز داشت. واقعا شهرام تنها بود و نیاز به خانواده داشت، نیاز به همراه داشت، نیاز به مادری داشت که همراهش باشه و اونو تنها نذاره در شرایط سخت تا بیشتر از این احساس تنهایی نکنه. ولی خب متاسفانه هر کدوم از دوستان و خانواده تا جایی که میتونستن شهرامو ترک کردن و الان دیگه من ناراحت نیستم که شهرام فوت کرده، چرا که شهرام مرگ رو پذیرفته بود و آرزوش این بود که بمیره و امیدوارم روح شهرام عزیز در اون دنیا در آرامش باشه. پس شما دوستان عزیزی که شهرامو در زنده بودنش تنها گذاشتید، درخواست میکنم که برای شهرام گریه نکنید. اون به گریه شما دیگه الان نیازی نداره. به شما نیاز داشت وقتی که زنده بود و شما هم که لطف کردید تنهاش گذاشتید. دوستان عزیز، اگر ویدیوی ما رو دوست داشتید لطفاً قبل از هر چیزی اسم کانال ما به نام حاشیه تیوی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و لطفاً لینک این ویدیو و سایر ویدیوهای ما رو در فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی شیر کنید و لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنید و راجع به زنده یاد شهرام کاشانی برامون لطفاً کامنت بذارید و سابسکرایب رو فراموش نکنید و مهمتر از همه اون زنگوله کناریش هم فشار بدید. با عضویت در کانال حاشیه تیوی پلاس جز اولین ها باشید تا از دنیای هنرمندان زودتر از بقیه با خبر باشید.